Hey guys, how's it going? بریم قسمت 8 0-100 مکالمه ببینیم که چیا باید یاد بگیریم. میخوام چند تا نکته جدید بهت درس بدم. I want to teach you new things. چیزهای جدید. New things. I want to teach you new things. Are you ready? Let's start, shall we? I'm really excited to be here مثل همیشه و اینکه بریم امروز رو شروع کنیم. امروز قشنگه و اینکه ساعت 9 لایو تو اینستا سیف میشه تو نره و اینکه کانال یوتیوبم سابسکرایب کنید چون بعضی موقع ها چیزای خوبم میذاریم غیر از لایو. آقا نکته اول این فعله. من احتیاج دارم، من نیاز دارم. I need. خب اگر اسم بیاد این شکلی میشه، من به تو احتیاج دارم I need you که دی به وایرسی ج خونده میشه I need you. اوکی I need you. I need money. She needs a car. اون خانم یک ماشین نیاز داره. نمیدونم اون آقا به آب نیاز داره. He needs water. اما اگر فعل بخوایم بیاد، مثلا من نیاز دارم که کار کنم. I need to work. مثل همون want to، این need to هم خیلی فرد استفاده کنیم بچه ها. من میخوام I want to، میخوام یک کاری انجام بدم. I want to do something to. این تو رو من بیارم اینجا. این آقا هیچ وقت یادتون نره این تو. اوکی آها درست شد. این تو رو من بیارم هیچ وقت نمیخوام یادتون بره. So I need money. I need you. You need English. شما به انگلیسی نیاز دارید همه. اوکی و اینکه فعلا بیاد مثل اون تو میگیره. I need to go. نیاز دارم برم. نیاز دارم پول دارم. I need to make money. نیاز دارم کار کنم. I need to work. درسته؟ خیلی هم آسون و خوشگله. اما نکته ای که هست اینه که فعل بیاد بعدش با همون تو بهش وصل میشه. I need to go to a restaurant. I need to teach you. و شما هم نیاز دارید که گوش کنید. You need to listen to me. You really need to listen to me. به همین آسونی. اوکی؟ مثلا You need English and you need to listen to me. You need to watch my videos on Instagram and on YouTube. به همین آسونی. اینو لازمش داریم داشته باشید به عنوان یه نکته. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم خیلی هم قشنگه. همین وری همین بچه ها. هر کسی که داره این ویدیو رو نگاه میکنه اینه که خیلی هم خوبه. مشکل داریم باهاش. چیه؟ قبلا بهتون گفته بودم فاعل هایی داریم. I, you, we, they. She, he, it. درسته؟ گفتم اگه اینا آخر جمله بیان که نمیتونن این شکلی بیان دوباره مثلا I love I. I love she. اینا فکر میکنم لایو 2 بود گفتم اصلا. ویدیوی 2 بود که سیو هم هست میتونید ببینید. ولی گفتیم چیز عوض میشه. مثلا I love you. I love me. I love them. اونها رو یا به اونها آخر جمله این ستا رو معنی میده. I love us. I love her. I love him. I love it. ایت و یوش یکی میمونه. پس به حالت مفعولی که آخر جمله میان me, you, us, them, her, him, it. اوکی؟ مثال بزنم. I want to talk to you. میخوام راجب خودمون صحبت کنم. I want to talk about us. میخوام راجب اونا صحبت کنم. I want to talk about میتونم بگم they. خودم نمیشه. I want to talk about them. I want to talk about him. اوکی؟ چه مرگش دختره؟ What is wrong with her؟ بگم what is wrong with she؟ اصلا نمیچرخه. حالا نکته ای که هست بچه ها با این قاطی میکنن. میگن خدایا پس مای چی بود؟ our چی بود؟ اینا بچه ها، اینایی که اینجا هستم میخوام بهتون میگم صفات ملیکی ما هستن که با این دوتا کتگوری فاعل و اول جمله میاد این حالت مفعولیه که آخر جمله میاد فرق دارن و معنیشون کامل فرق داره. چرا با هم قاطی میکنین؟ مال من یه چیزی که مالکیت داره، مال منه، مایه. مثلا مای پن اوکی، خودکار من مای پن، مداد من مای پنسل، اتاق من مای روم، گوشی من مای فون، نمیدونم دفتر من مای نوتبوک. مای مال منه. اصلا چرا باید با می قاطیش کنی؟ اصلا قاطی کردن نداری. میخوام بگی یه چیزی مال منه، میگی this is my bottle of water. This is my bottle of water. This is your bottle of water. This is your room. Is this your car, right? Is this your apartment, right? مال من my، مال تو your، مال ما our. اوکی، us چی بود؟ آفرین. اون یعنی به ما، ما رو. مثلا از ما متنفرن، they hate us، عاشقمونن، they love us. اوکی، اونجوری میاد. اما مالکیت میشه our. ببین از قصد این سه تا سخت‌ها رو با هم گفتم، یه جایی باید تموم شه این درس، یه جایی باید یاد گرفته بشه و پشت سر بذاره، leave behind کنیدش. اوکی، چون تا اونجا که من میدونم حتی بچه‌های سطح بالا هم گاهن قاطی میکنن. یه بار واسه همیشه کم یاد بگیر ولی خوب یاد بگیر، به قول معروف تموم شه بره. Yes. Our. ماشین ماه، مال ماه. Our car. ماشین اونها their car. Them میشد به اونا یا اونا رو. مثلا I love them. I want to tell them. میخوام بهشون بگم. ولی مال اوناست their car. ببین مشکل اوناست، به ما ربطی نداره. It's none of my business. It's their challenge. It's their problem. ایشو لغتی که من خیلی دوست دارم. It's their issue. ایشو اوناست، اصلا به ما چه. اوکی، و مال اون خانومه her، مال اون آقای his، و مال مثلا یه جایی it's. مثلا خونه اون خانومه her house، خونه اون آقای his house، مالکیت داره، مال اون آقاست his house و it's. حالا این it's کجا میاد؟ املاش هم مهمه. املاها رو میذارم توی هایلایت های پیج اولم و پیج دومم، انگلیش رو با فارز خود بندولو حتما نگاه کنید. اگر ساده است ولی ممکنه نیازتون بشه. ایتس، مثلا این خونه جان نداره دیگه، ایته دیگه. این خونه و لامپاش، این خونه و اتاقاش، این هتل و راهروهاش، جنگ و کشتهاش. ایتس houses، ایتس people، مردم کشور آمریکا بلا 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 and its people. اوکی، این و درش، خب این ایته دیگه. اوکی، this and its، مثلا چه میدونم هر چیزی. حالا این و درش، این و جاش، نمیدونم این و وسایل توش. its material. اوکی، its holder، its door. This apartment, this building and its stores. Okay, this notebook and its papers. مثلا این نوتبوک رو به قول معروف این نوتبوک و کاغذاش، اینجور چیزا اون ایتس میاد. مثلا این زندگی در واقع مثلا یک حیوان و مشکلاتش. It's problems. اوکی، شاید نسبت به my، your، their، our، his، her کمتر استفاده کنید اولش، ولی بعدش لازمتون میشه. That's it. تصور کنید، دارن دستور میدم، امریه دیگه، پس یک فعل میخوام. Imagine یا picture it، picture که میگن پیکتور نوشته میشه اما یعنی عکس. حالا خیلی از اسم هستن که فعل میشن، مثلا مثل مهمونی، پارتی، که خیلی یاد، مثل پت، خیلی چیزاش یاد گرفتیم. So imagine یا picture it که یک مهمونی داری. You have a party. تولد منه. It's my birthday. تولد توه. آفرین. It's your birthday یا birthday. نمیدونم تولد اون خانوم است. It's her birthday. تولد اون آقا است. It's his birthday. تولد ما است. It's our birthday. تولد اون دوتا است. تولد از اوناست. It's their birthday. و مثلا گربم و تولدش. My cat and it's birthday. مهم من مثلا باسم. البته حیونا هم میتونن شیوهی بگن، ولی خب همون قرارداد بین خودمون حالا باشه. خیلی مهمه، یعنی شروع کنید شما این داستانی بخونید، داستانی تعریف کنید، اینا به کاملا به کارتون میاد. So مثلا This is my birthday. I am happy. Not your birthday. It's not your birthday. It's not his birthday party. It's not her birthday party. It's not their birthday party. It's not our birthday party. It's my birthday party. Okay? مشکلات من my problems. مشکلات تو your problems. مشکلات اون خانومه his her problems. مشکلات این جامعه این مثلا this society and its problems. مشکلات اون آقاه his problems. مشکلات ما our problems و مشکلات اونها their problems. به همین آسونی شما میتونید اینو یاد بگیرید. سعی کنید که حتی تو ویدیوهای توربوتاکی و بچه‌ها اکسپرس که کامل میخونن با داستان اینو به خودتون بفهمونید که آقا اوکی من شروع کنم. This is my bag. تو خونتون مثلا this is مثلا his cat. Okay. This is her dress. Their problem. نمیدونم our TV. هی واسه خودتون بگردید. ولی اگر اسمم بخواید این شکلی میاد، مثلا تولد فائزه، فائزز birthday party، مهمونی تولدش. تولد نیلوفر، نیلوفرز birthday، چالش های نیلوفر، نیلوفرز challenges. تلویزیون بابام، بابایی که مال منه، دوتاشو با هم قاطی کردم. My dad's TV. اوکی، این مال خواهر توه، این مثلا لباس خواهر توه. This is your sister's dress. Your sister's dress. پس دوتا رو میتونید با هم قاطی کنید. اسم میگیره اگر که مایو این چیزا نه در مثلا بحثمون مالکیت باشه. مثلا راجع به انگلیش کافه صحبت کنیم. آقا میای انگلیش کافه، مثلا انگلیش کافه ما. This is our English cafe. English street ما. This is our English street. This is our English street. دوستش داریم. میتونم بگم we love it. Okay. آدم ها اینجا رو دوست داریم. We love people here. We love students here. Okay. A lot of students. این هم خوندیم. کلی شاگرد. A lot of students. Okay. مردم غذا سفارش میدن. People order food in our English cafe. Okay. غذاهاشون رو دوست دارن. They love their food. یا foods. جفتش درسته. بچه با خودشون میارن. They bring. آوردن بچه. They bring their children. بچه هاشون children. میبینی به همین منوال میتونی داستان بسازی. مثلا انگلیش کافه ما located شده چه میدونم سعادت آباد. It is located our English cafe, your English cafe, your cafe هر چیزی is located in سعادت آباد. People come, people go, people order and they love our English cafe. It's not his English cafe. It's not her English cafe. It's our English cafe, not their English cafe. همینجور. یعنی همینقدر آسون. از قصدم با اون میا قاطی کردم، با مای them قاطی کردم، با their که تشخیص بدی. دقیقاً اون یه چیز بگم، اون جایی که نقطه ضعف زبانتون هست دقیقاً همونجا باید روش کار بشه. اگه گرامر مشکل داری دقیقاً باید روی گرامرت کار کنی. اگه فرق بین مای و میو نمیدونی سریع که تا یه جا به مشکل نخوردی خودت برو گوگل کن یاد بگیر. یا بچه‌ها حالا یه چند روز کوشن باکس میذارم، هر سوالی داشتی جواب میدم. البته لایوهای ساعت 9 مون هم هست، میام توضیح میدم. مادر پدر اون آقاه his parents. مادر پدر من my parents. والدین اون خانومه her parents. والدین ما our parents. والدین اونا their parents, my parents. بعد دیگه همین فکر میکنم واسه این ویدیو کافی باشه. ویدیوی بعد میبینمتون. I love you guys so much. شروع کنید سریال دیدن، فیلم دیدن، زبان گوشیتون رو انگلیسی کنید، خودتون رو. فعلا نمیخوام کلو بهتون بدم، هینت بدم، فعلا go with the flow، با این فلوی رودخونه، با موج و سرعت آب پیش برید. اصلا نمیخوام زورتون کنم فعلا، ولی اینو داشته باشید که در آینده نزدیک ازتون میخوام که فضای دورتون رو انگلیسی کنید، بهتون توضیح میدم چطور فیلم ببینید و اینا. So see you guys, I love you so much. Take good care of yourselves. Have a good day. I guess این جلسه 8مونه. آره. This is our جلسه 8مون. دیدی our گفتم، our 8th session یا this is session 8 یا session number 8، ولی مال ماه. It's just our session, our English class. مثلا متد تو دوست دارم، I love your method. همینجوری حالا میخوام مثال بزنم دیگه، خودتون تو گوگل مثال بخونید چون وقتم محدوده، ولی که امشب ساعت 9 میبینمتون. نگران نباشید، اگر جدید این ویدیو دارید ببینید، به ویدیو قبل نرسیدین، همه رو دونه 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 سیف کردم با لینک، برید توی هایلایت های پیجم ببینید و کانال یوتیوبم رو میتونید سابسکرایب کنید. I love you.